قصر سفید تر که شنیدید در واکنش به عملات هوایی اردوی پاکستان بر ولایت خوست و پکتیکا از پاکستان خواهان توجه بعد از رساندن صدمه به ملکی ها در عملیات های ضد دهشت افغانی شد و از گروه طالبان خواست تا اجازه ندهند تا از خاک افغانستان برای انجام حملات دهشت افغانی استفاده شود. تحلیل بشری موضوع از آقای نصیر احمد فایق مسئول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میشیم که از نیویورک با ما هستند. آقای فایق سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. آیا در ملل متحد روی واقع حمله پاکستان بر دو ولایت افغانستان موضوع مطرح شد؟ چون در این تعداد از ملکی ها هم کشته شدن. سلام خدمت شما و همچنان به بینندگان محترم شما. ببینید در قدم اول موضوع تمامیت ارضی یک اصل است در بین الملل و همچنان در منشور سازمان انعکاس یافت. بند چهارم ماده دوی منشور ملل متحد به عنوان یک اصل شناخته شده و دولت ها نباید از زور استفاده کنند به خاطر نقض مرزها و این یک اصل است. به اول لحاظ کاری را که حملات هوایی که بالای دو ولایت افغانستان صورت گرفته اصلا قابل پذیرش نیست و یک نقض اصول بین المللی است و قابل محکوم است. در قدم ثانی هدفی که قرار گرفته مردم ملکی می باشد و این موضوع ارتباط میگیره به مبارزه با دهشت افغانی. موضوع دهشت افغانی مسئله است که افغانستان بیشتر از دو دهه است که قربانی مبارزه با تروریسم بوده و هر نوع عمل تروریستی قابل دکوهش و محکوم شدن است، چه حملات تروریستی که در خاک پاکستان صورت میگیره و چه حملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره به هیچ وجه قابل قبول نیست و قابل محکوم شدن است و نکوهش است. به اول لحاظ ما نمیتونیم که توجیه کنیم که به خاطر مبارزه با تروریسم اهداف را در داخل افغانستان از طرف کشورهای مختلف مورد حمله قرار بگیره و این موضوع بارها در طی 20 سال گذشته به گوش کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان رسانده شده که تروریسم دشمن مشترک است و از تروریسم نباید استفاده های افغانی صورت بگیره و باید مشترکاً به خاطر تروریسم بله فکر میکنم که موضوعی که صورت گرفته باید دوباره تکرار نشه به خاطر مردم افغانستان قربانی هستند. پاکستان نگران حضور گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است. ملل متحد هم گزارش هایی داشته که نگرانی از رشد گروه های تروریستی را در افغانستان نشان می دهد. شورای امنیت نشسته را در عقب درهای بسته اخیرا در قبال موضوعات امنیتی و دیگر موضوعات در قبال افغانستان داشت. روحیه ملل متحد به طور کل در قبال طالبان که مکررا این گزارش های امنیتی ملل متحد و یافتهایش رد میکنند حال از چه قرار است؟ آیا انتظار از این میره که ملل متحد موضع خود را تغییر بده در قبال حکومت طالبان؟ ببینید موضوع ملل متحد در قبال حکومت طالبان از اول معلوم است. هنوز هم نگرانی های کشورهای منطقه و متحد در مورد حضور گروه های تروریستی و مبارزه با تروریسم وجود دارد و تعهدات را که طالبان با جامعه بین المللی در قبال مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، احترام حقوق بشر و ایجاد یک دولت مشروع فراگیر که در او زنان و تمام اتباع افغانستان حضور و اشتراک معنادار و مساویانه داشته باشند همیشه تکرار شده، ولی متاسفانه این موضوع از طرف طالبان به هیچ وجه مورد تمکین و احترام قرار نگرفته و این یکی از مسائلی است که فعلا هم در سطح بین المللی افغانستان به انزوا کشانیده و عدم حضور یک دولت مشروع خود زمینه را به خاطر مداخله کشورهای منطقه در رابطه با مسائلی که به عنوان نگرانی های امنیتی برشان مطرح است مساعد ساخته. بله ممنون و سپاس از شما آقای فرق که برداشت رو خود موضع ایالات متحده را ملل متحده با عرض معذرت در قبالی واقعه با بیننده در میان گذاشتیم. تشکر از شما. ممنون.